میخواییم عدد 14 را تقسیم عدد 70 نماییم. واضح هست که 1 کوچکتر از این عدد است. عدد 14 در حقیقت کوچکتر از 70 است. بیایید این را حل نماییم. پس یقیناً گفته میتوانیم که 70 تقسیم 1 0 بار. پس ما قادر به حل نمودن آن نیستیم. عدد 70 تقسیم 14، این بالای 14 قابل تقسیم نیست. پس ما مجبور هستیم که یک خانه اعشاری پیش برویم. پس به یک انجامش دهیم. یک اعشاری را در اینجا میگذاریم. به خاطر مطمئن شدن یک اعشاری در اینجا میگذاریم. پس حالا ما باید فکر کنیم که 70 چند مرتبه بالای 140 تقسیم شده میتواند؟ خب، 70 تقسیم 14 دو بار قابل تقسیم است. عدد 2 ضرب 70 مساوی با 140 منفی میکنیم. هیچ باقی مانده ای هم نداریم. پس موفق به حل این سوال شدیم. پس نوشته کردن میتوانید که 14 تقسیم 70 مساوی با 0.2 است. بیایید که یک مثال دیگر هم بمانند این حل کنیم. بیایید که عدد 16 را تقسیم عدد 25 نماییم که چند می شود. در آغاز می گوییم که 25 قابل تقسیم بر 1 را ندارد و بالای 6 هم قابل تقسیم نیست. ما مجبور هستیم تا یک علامه اشاری را در این قسمت علاوه نماییم. عدد 25 چند بار بالای عدد 160 تقسیم می شود؟ بخاطر مطمئن ساختن اشاری را در بالا می گذاریم. پس 25 ضرب در 4 مساوی با 100 می شود و عدد 25 ضرب در 6 مساوی با 150، این بهتر به نظر می رسد. پس این 6 بار. عدد 6 ضرب در 25 مساوی با 120، جمع 30 مساوی با 150 و ما می توانیم عملی تفریق را انجام دهیم و 160 منفی 150 مساوی با 10 و حالا مجبور هستیم که یک صفر دیگر هم اضافه نماییم. ما یک ارزش مکانی نیز اضافه نمودیم، اما با قیمت ما کدام تفاوتی وارد نشد. عدد 16 به مانند 16.0 است و یا 16.20. خب ما حالا 20 را به پایین انتقال می دهیم و 25 چند مرتبه نفس خود ضرب بخورد تا 100 حاصل گردد. خب شاید 4 مرتبه امکان داشته باشد و 4 ضرب در 25 مساوی با 100 و ما تکمیل نبودیم. ما کدام باقی مانده ای هم نداریم. پس ما گفته می توانیم که 16 تقسیم 25 مساوی با 0.64.